با سلام و درود حضار گرامی و بینندای عزیز. امی دنیا اگر هم جوش آمده ایری از ماست، خاطر میگم که اگر مشغول سر کارتان با امی جریان خبر یومیه باشه، ساعت به ساعت امی چیز در نظرتان میه. زلینسکی امروز گفت که روسیه به زرادخانه چند نسل تبدیل شده، یعنی منظورش زرادخانه دیگه، یعنی به سلاکوت. و در او طرف یواخیم کاوک رئیس جمهور سابق آلمان است، یادم چی میگه، بسیار جالب است، میگه ما که هستیم با پوتین نیو امپریالیست مواجه هستیم، که از این باید فقط با زور پیش بیاییم. کی به کی میگه؟ آلمان میگه، میگه پوتین نیو امپریالیست. و این طرف در امریکا همه چیز به طرف همینطور چیز مرموز روان است. بایدن است که غافل ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا است. ایره اشاره ما به ایست که چند روز است که وزیر دفاعش گم است و هیچ خبر نداشته، مگر سکو سیستم امریکا رو مثل سات اوتومات میچله، کل دولت، حکومت، کل نظام. بایدن چی است؟ یک نماد است. اگر این بایدن رو از نظر همو حافظه و همو قدرت فکری و حضور ذهنی چیزو بی خلاص است، اما میبینی رئیس جمهور است. خب در این وضعیت یک وقت بحث اوکراین، اورسولا فون درلاین از مقامات ارشد اتحادیه اروپا گفته بود، امی یک سال پیش گفته بود در مجمع داووس در سوئیس دیگه، اونجا گفته بود وعده فروپاشی روسیه را داده بود، گفته بود ما سختترین تحریم های تاریخ اعمال کردیم که در نتیجه از او اقتصاد روسیه در یک رکود 10 ساله خواهد رفت. خب بعد از او میگه صنعتش از فناوری های مدرن و حیاتی خالی میشه، یعنی محروم میشه. این جنایات روسیه بدون مجازات نخواهد ماند. یک سال پیش یک پار زده. حالا کسی نیست از این فوندرلاین پرسان بکنه که حال چطور است؟ حال چرا امو سخنان یک سال پیش خود با امی ادبیات تکرار نمیکنی؟ نه، او خلاص است. از سنگ صدا بلند میشه، از فوندرلاین نمیشه بعد از او. چرا؟ خطای محاسبه. اینا خاموش هستن مگر زلینسکی را در عوض خود در میدان رها کردن. زلینسکی مثل کاغذ پران آزاد شده که هرچه میخواد دل تنگش بگوید. و میگم حالا از اروپایی خواسته که به شما به روسیه یک درس بدین. خود ششته در اوج زمستان زیر ساختای کشور خود از دست داده میگه، یعنی سیاست مدار. میگه روسیه آله از چی چیزی علیه اوکراین، یعنی در اشکال ترکیبی که سلاحی که استفاده میکنه، علیه از کجا مورم که علیه کل اروپا استفاده نکنه، یعنی شما را میزنه، ما را که میزنه شما را خواهد زد. چطور؟ میگه این روسیه زرادخانه ای است که در طول چندین نسل از جمله تسلیحات، قابلیت های صنعتی، اقتصاد و پتانسیل های انرژی و چی و چی که صرف عملیات نظامی خود میکنه، این کشور از اینی چیزا انباشته شده. خب اینی می آدم امی زلنسکی تا امی 6 ماه تا امی 3 ماه پیش میگفت که در زمان های مزد حمله خیالی که شروع کرده بود، میگو روسیه به زودی شکست میخوره و کار تمام میشه و ما پیروز میشیم و سلام. در حالی که امو حرفه که میزد، کاروانای تابوت هایی که از جبهات میرسید و گورستان ها جای نمی بود. خطای محاسبه. سیاست مدار که شکست میخوره باید سر زیر بال شود، اما این خانوزه هست. از یک از زرادخانه های چندین نسل گپ میزن، از طرف دیگه
میگه روسیه را ما میتونیم که در چارچوب قوانین بین المللی بشکنانه میشه، تجاوز روسیه را ما میتونیم شکست بدیم. یعنی کدام که پشال قبول کنه؟ ای اشاره ما در برنامه بیس با رئیس جمهورای دروغین است، رئیس جمهورای جعلی است، غیر غنی افغانستان، اینا رئیس جمهورای جعلی بودن بی بنیاد، فاقد هر نوع قابلیت. میگه تجاوز مشکل ما روسیه رو میتونیم بشکنیم، پیشتر چی میگه؟ حالا میگه خب منظورش کی؟ با پول و اسلحه اروپا و امریکا. یعنی طوری گپ میزنه مثل یک شخص سالس، در روی خود نمیاره که کشور خود در دان چی یک بلای انداخت. خب آلمان ها در خط اول جنگ هستند، ما که می نقش آلمان ها میبینیم در روزا جنگ های دوم جهانی را مرور میکنم، چهره آلمان ها بیخیدم بمودم چهره اما 80 چند سال پیش میبینم. آره میدویدوف گفته که اعتصابات در آلمان شروع شده، دیقانا مسیرهای تردد حمل نقل مسدود میکنن. چرا فشار اقتصادی با؟ به خاطر از که یارانه ها به پایان رسیده، همین سبسایدی که ما در وطن خود میگیم سبسایدی ها رو به پایان رساندن، اما مبالغ نجومی اقتصاد بر اوکراین داده میرن که روسیه رو استاب گیره بزن، یعنی در نقش حامی اصلی جنگ اوکراین. آیا آلمان تا آخر استاد میشه؟ گپای رئیس جمهورش خود برای شما نقل کردم، خود شولز صدر اعظم هم همی گپا رو میزنه، یعنی آلمان تصمیم خود در برابر روسیه گرفته. خود تصمیم آلمان تصمیم کل ناتو است، دیده شود تا کجا پیش میرن. در اینجا یک مورخ بریتانیایی است به نام مارک گال اوتی، یادم میگه که ما چی گفتم میرین، ما به عنوان ناظر نمیبینیم هیچ مدرکی درباره ای که مثلا پوتین در سطح اروپا جاه طلبی های ارزی خود گسترش خواهد داد، ما چیزی رو نمیبینیم. حتی در کشورهای بالتیک که نزدیکش است و مسیر تردد از اینا به طرف کالینگراد هم است، بعض وقت اونا را هم بند میکنن، حتی در مورد از اینا وجود نداره. اینمی کشور ها خصوصا سه کشور بالتیک بعد از جنگ دومی جهانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودن، وقتی کور رفت اینا هم رفتن عضو ناتو شدن، اما پوتین از تصمیم از اونا استقبال کرد و هر کس رای خود رفت. صرف در بخش اوکراین است که اونا همیش حال تقریبا در حد یک جبهه تقابل عمل میکنن بالتیک، و می خاطر خب مارک گالگوتی میگه که شوروی روسیه فعلا که از اینا کار نداره، در تلاش احیای اتحاد جماهیر شوروی هم نیست، فقط نگفتم اگر می بود چرا مثلا با قرقیزستان یا کشورهای دیگه حمله نکرد، اول خب باید معاصی میانه رو کارش ختم میکرد، اما نکرد. خب نظریات مختلف مطرح میشن و آن چیزی که از اینا کام از اینا در جنگ اوکراین بسیار تلخ شده، ایران موندن چی بکنن اگر اوکراین با این طول و عرضش رها بکنن، هم چطور اگر نکنن هزینه داره، اگر صلح پیشنهاد بکنن روسا آل بسیار تلفات دادن برنده جنگ هستن، در امتیازات بسیار قاطع مطالبه میکنن، ایران موندن چی کنن؟ مثلا ماگالی بارت یک روزنامه‌نگار فرانسوی است میگه حمایت از اوکراین آل از نظر مالی بسیار دشوار است بر اروپا، اینا اگر یک حمله تروریستی میگه در بلگرود در شهر مرزی روسیه را که اخیرا
اوکراینیا زدن، 25 غیر نظامی را کشتن در روز سال، در روز اول سال نو. میگه اگر این حملات تروریستی در بلگرود تشدید شود، اگر قربانیان طرف مقابل بیشتر و بیشتر شود، حمایت از اوکراین کار مشکل است، برای هیچ کس حمایت کرده نمیتونه از اوکراین. خب اینا رو بانیم که در امریکا چیز اتفاق افتاد. خب اگرچه در سطح رسمی هنوز نیست، اما مثل که رسمی واریس لویداسین بر اولین بار در 22 دسامبر در بیمارستان بستری شد. هیچ کس خبر نداشته. لویداسین وزیر دفاع امریکا است. یک رسوایی در امریکا با بستری شدن وزیر دفاع حال ادامه داره که او هیچ کس خبر نداشته، حتی خود رئیس جمهور خبر نداشته. پرسان کردن لویداسین کجاست، گفته که اموجا هست. معلوم شد که او آدم در بیمارستان است. آیا همین موضوع بر شما سوال نیست؟ وزیر دفاع امریکا که چهار طرف داد، مثلا مدیریت جنگ اوکراین، مدیریت جنگ اسرائیل هم داده شان است، ای چطور بیمارستان میره؟ میگه میره کلی فراموش کرده و اصلا تازه رئیس جمهور هم خبر نداره. ما خو از نظر دقل ما خو جور نامت دیگه، مگر ای که کدام گفته مردم کابل زیر کاسه نیم کاسه باشه و نیم کاسه هست. بستری شدن یه آدم مخفی نگه داشته شده بود، چرا؟ جوابی وجود نداره. البته از نظر رسمی، از نظر غیر رسمی ما در یک از برنامه گفتیم که بس جنگ اسرائیل بوده، جلسه بوده در واشنگتن، نخبگان رادیکال جنگ اسرائیل بسیار داغ پیشنهاد کردن و شدت جنگ پیشنهاد کردن. ای آدم مخالفت کرده بوده، گفته در چند جبهه امریکا نمیتونه به جنگ و مفادش نیست. بالاخره کارش به بیمارستان کشید، فقط همین. آل رئیس جمهور خبر نداره وزیر دفاع در کجاست. مضحک است که مثلا از پایان دست ها سوال شود. حتی ادلین هیکس معاون وزیر دفاع، این معاون لویدیسکین خبر نداشته، فکر میکرده که یه آدم تحت مراقبت های ویژه بوده. یه آدم که در اصل تحت مراقبت های ویژه در شفاخانه بوده، معاونش فکر میکرد که در تعطیلات رفته. خوب در تعطیلات هم که بره معاونش خبر نمی باشه، رئیس جمهور خبر نمی باشه. نه، چیزی هست در زیر آستین این ماجرا. خب پنتاگون جزئیات جدیدی از بستری شدن مداوم لویداسین در بیمارستان منتشر کرد. بالاخره گفت که او آدم در 22 دسامبر تحت یک عمل پزشکی قرار گرفت، یک روز بعد خانه رفت. خب وزیر دفاع که همه چیز، هیچ کس خبر نشد، نه بایدن خبر شد، نه معاونش باز عمل پزشکی شد، باز او هم یک روز بعد به خانه رفت. شما دیدین که عمل پزشکی شوه یک روز بعد به خانه بره، و هم در امریکا. خب چرا عمل پزشکی شد معلوم نیست. این دیگه کد که نمیگن. دوشنبه اول جنوری لویداسین 70 ساله بعد از درد شدید، معلوم نمیگن که مثلا دردش چی بوده، میگه درد شدید مجبور شد در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان نظامی والتر رید در مریلند بستری شد. خب گفته شده که جنگ غزه لویداسین به بستر مریضی انداخت، بیشتر که اشاره کردم. خب ای که از خب بالاخره یک قدرچکانی اطلاعات و بیرون درس خواهد کرد. مسئولیت های شغلی آستین چی است؟ جالب است. وزیر دفاع است. او در یک لحظه آماده پاسخگویی به هر بحران امنیت ملی باید باشد. در حالی که هیچ کس خبر نداره، یه آدم گم شده. مثلا
چی بحران امنیت ملی شامل آمادگی مداوم بر برقراری ارتباطات مثلا ایمن، یعنی ما شما که در کابل میگیم راپور خیریت همیشه ساعت به ساعت باید در سر میز زیب باشه، یا مثلا نزدیک شدن به یک خطری که مثلا حمله هسته‌ای باشه، ای کارا را از اتاق بیمارستان انجام میده. این حادثه یک لایه داره، باید این لایه برداشته خواهد شد. ناتوانی پنتاگون در گزارش چند روزه بستری شدن وزیر دفاع، از جمله با بایدن، با شورای امنیت ملی و مقامات ارشد پنتاگون که نگفتن، این نشان دهنده عدم شفافیت خیره کننده است. یکی چی چیزی در عقب این ماجراست؟ فقط خب یک قسمت چه خب ما برای شما اشاره کردم که جلسه در مورد به اصطلاح شدت دادن جنگ در اسرائیل علیه حماس است، یا علیه حزب الله که گویا یادم مخالفت کرده، نمیشه دیگه، ما چیز کدام سرنخی نداریم. خب اشاره اول ما که یواخیم گاوک رئیس جمهور سابق آلمان، یادم میگه ما با ولادیمیر پوتین نیو امپریالیست مواجه هستیم. خود چطور میشه؟ چی گپ است؟ به خاطر از اینکه میگم ما در یک وضعیتی هستیم که برای جنگ آماده نیستیم، آمادگی نداریم. او یک پارچه آمادگی کامل جنگی داره ای پوتین، یعنی همینطور به اصطلاح مردم کابل ما شما همینطور برچپک هست، همینطور مسلح قداره بند، اما ما میگه آماده نیستیم. او آماده شده، ترسیدن اروپا، میگه آلمان تمام تلاش خود میکنه تا آلمانی ها را از تسلط روسیه بر اروپا و ذخیره سلاح های هسته ای به سلام متوجه بسازه، بترسانه. و براستی آلمانی کار کرد، و وزیر دفاع آلمان مدت پیش گفت که ما آماده و جنگ کار تمام با روسیه باید باشیم، که این آمادگی از 5 تا 10 سال وقت میگیره. دیگه چی بگویم؟ از این که واضح گفته میشه. خب حالا رئیس جمهور ثابت میگه که صدر اعظم شولتز باید دائما از خود سوال بکنه که آیا سخنان خود بیاد داره که یک زمانی گفته بود روسیه را از رسیدن به صلح یا به اصطلاح به یعنی صلح پیروزمندانه ما متوقف میکنیم، یعنی صلح پیروزمندانه به این معنی که اول فتح میکنه اوکراین، به طور کامل با صلح پیروزمندانه را جشن میگیره. میگن نگفته بودی که جلب روسیه را میگیره؟ خب عجیب آدم است اینا. ای آلمانیا، چیزی که در توان آلمان بود بر علیه روسیه اینا انجام دادن، یعنی معجزه میخوان. آلمان استاد است، در خط اول استاد است، از بودجه ملی خود جنگ اوکراین پیش میبره، چی بکنه دیگه بیشتر از خوب؟ یعنی مثل که دوره هیتلر وری لشکرکشی بکنه بیا به طرف مسکو، او باز دیگه داستان است. مثل که بی کارم در آینده دور از امکان نیست. چرا هر 80 سال و هر 30-40 سال یعنی میتونی یک موج خیزی میشه در اروپا. خب بلا تکلیفی دولت نه تنها به چانس اوکراین برای پیروزی لطمه زده و گفته یه زیادم است، بلکه خطر جهان آزاد نیز افزایش میده. به جهان آزاد، خطر جهان آزاد یعنی تا آخرین نفر اوکراینی شما بجنگین و خاطر از اینکه جهان آزاد نجات پیدا بکنه، منظورش قطعا نیست. خب رئیس جمهور آلمان به اصطلاح اما هوای جنگ دوم جهانی را در دماغ خود داره. من تمام گزارش دیدم، بله
میگه من نمیفهم بفهمم که چرا ما موشک های تاروس و سایر مهمات به اوکراین تحویل ندادیم، دودل شدیم. چرا ما مجاز به انجام هر کاری هستیم؟ ادبیات میبینیم، ادبیات 86 سال پیش است. میگه ما باید، خب امیدوارم من اشتباه نکرده بودم، نکرده باشم از 1945 به بعد که چند سال میشن. میگه ما باید موشک های پیشرفته رو به اوکراین بدیم، خب هر چیزی که اختیار داریم بدیم بدون اما و اگر. چرا؟ اگر روسیه پیروز شد امنیت اروپا را فاتحش بخوانید. خب درسته که این تشویق میکنه، خیلی کل اروپا بیاین جمع کنید دیگه، اون ناتو پیش ها بیاین به جنگ. امیتی یک چیز میگه، میگه ما آمادگی کافی بر مواجهه با یک تهدید واقعا جنگی به وسیله روسیه که اگر برانداخته شود نداریم. در دوری زندگی میکنیم که ممکن است خطرناکتر دوری جنگ سرد باشد. در زمان جنگ سرد یک بازدارندگی هسته‌ای بود بین قدرت‌های حاضر در صحنه، یک درجه خاصی از قابلیت پیشبینی وجود داشت. آره، میگه ما با یک کسی مواجه هستیم که نامش پوتین است و مطلق به باورهای نیو امپریالیستی مجهز است. این حال ای آدم سوال شو از پیشش که تو بیام نیو امپریالیستی یک ماناکو تشریح پیچی است. یعنی روسیه نیو امپریالیست است، پس آلمان چی است؟ شاید بگو که من امپریالیست به اصطلاح کلاسیک هستم. خب یه آدم میگه که برای پوتین فروپاشی شوروی یک فاجعه بود. بله یه راست میگه و بمو خاطر است میگه، یعنی برای یک جایگزین برای جهان آزاد مطرح میکنن. میگه میخواد جهان آزاد غربی رو جایش بگیره. ای هم درست است، پوتین اینمی که یک عباره در سر داره. خب پس چی؟ میگه باید دوباره یک سیستم آمادگی دفاعی ایجاد بکنه. البته که این سخنات گفته میشه، اینا شروع کردن بسیار بسرعت. ما نمیفهمیم که انتخابات امریکا چطور پیش میره، ترامپ میایه نمیایه، اگر ترامپ روی کار شد با ناتو چی برخورد میکنه. آنچه که با پوتین رابطه میگیره، حملات نظامی انجام داده. چرا؟ فکر میکنه که غرب ضعیف شده، بیش از حد بلا تکلیف و بیش از حد متفرق است غرب، بنان حملات خود تشدید کرده است. بنان ما باید توان نظامی اروپا را در برابر روسیه بالا ببریم. اگر امریکایی از حمایت خود دست بکشن از اروپا، وضعیت امنیتی در اروپا به طور اساسی تغییر بکنه. اروپا بگوید چی باید بکنه؟ به چتر هسته‌ای نیاز داره. یعنی که آخرین چه قینو ترسیدن. خب از یک میگو جای ترس است، اینا کاری کردن که باید بترسن. یعنی همینی هم که ما شما امیل صحبت میکنیم، اینا حلقه ناتو به دور روسیه ما تنگتر شده. ترس شانم نوب نیست. اگر یه حلقه را ایلا بده به اصطلاح عقب بکشه، هم چطور؟ اگر نکشه خب آسای سوال روسیه یعنی یک ارتش هیولایی را در حال ایتو آرایش دادن است که شده مثلا 1,200,000 نفر. این خطر چطور میشه؟ خب بران ای وزیر رئیس جمهور سابق آلمان میگه که میگه من معتقد هستم زمانش رسیده که باید یک راه حل پیدا بکنه. راه حل چیست؟ راه حل خود تعمیل تمام گپاش خواندم که ملیتاریزم بود. ایت صلح نبود،
یک پیشنهاد به اصطلاح یک دیپلماسی نبود، کلش جنگ بود. رای حلش هم ایز دیگه. خب دیده شبه که چی درامه نوشته خواهد شد و به نمایش خواهد آمد.